یادتونه بچه ها یه زمانی داخل رأس افتلشین همه جاش پر باد شده بود و قیمت گل به خاطر بادها در اصطخار رأس افتلشین اومده بودن پایین و کلن رأس افتلشین به فاک رفتش، 10 تا 15 تا رم داشتش که فقط نصفشون خاموش شدن و الان تنها شاید 5 تا 7 تا رم برای رأس افتلشین باقی مونده و این خیلی بده که یه چند تا بات میتونم با یه گیم چیکار کنم و واقعا هم باید این انتظار داشت که از دستشون بر بیاد. بچه آقا خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از شهر نیلبنگی. بچه داخل این ویدیو میخوام بهتون بگم که داستان چیه و چرا انقدر کلاسیک ارو هم مثل رقص و فلشین گلش اومده پایین مثل قدیم نیستش. نظرات خودم میگم و در آخر یه خواهش از شما دارم که با هم دیگه کمک کنیم که توی این وضعیت درست بشه. بچه آیا نگاه کنید الان شما اگه حتی یادتونم باشه داخل رأس افتلشین قیمت گولد ها 80 تومن بودن، 90 تومن بودن، دیگه ته تهش 75 تومن ارزون ترین سرور بودن. الان میرید هستش 30 تومن، هستش 40 تومن، هستش 50 تومن، هستش الان 60 تومن و الان حدودا شده 60 تومن دوباره به خاطر اینکه مثلا یک کوچولو باتو کم شدن و حالا بوتوکن و حالا یه سری چیزهای دیگه اومده. یعنی من میخوام بگم اون دورانی که قیمت گل رأس افتلشین 30-40 تومن شده بود همون دورانی بودش که مردم مثل الان داشتن گل میخریدن، فقط فرقش اینه که از اون موقع تا الان که قیمت رأس افتلشین قیمت گلش از 50 تومن مثلا شده 70,000 تومن یا از 40 تومن شده 60,000 تومن، فقط فرقش اینه که رأس افتلشین الان نسبت به رأس افتلشین قبلی بات تعداد بات داخلش کمتر شده، نه اینکه اصلا دیگه نباشه توش. همین الان هم تو داخل بتل گراندش میری دسنایت های بات هوردی میبینی که دارن برای گیره های هانر تلاش میکنن تا بتونن بعدش برن دی اف فارم کنن و از اون بر یک درآمد تضمینی داشته باشن برای ساب کارشون. اما من میخوام یه چیزی بهت بگم الان، ولی مثلا دفعه قبلی که گل بود 30 تومن 40 تومن یعنی تو انقدر بدبخت بودی که میرفتی داخل نمیدونم بتل گراند لول پایینا مثلا آلتریک ولی همشون همه هوردا بات بودن، آراسی وسی میرفتی همه هوردا بات بودن. خب اما الان کمتر شده و فقط شما الان در حال حاضر در چیزی که جلوی چشم شما هستش میتونید بفهمید که بات نبودن داخل بازی چه تأثیری داره، بات بودن داخل بازی چه تأثیری داره. همینطوری که شاهد هستی یه شهود 30% قیمت گل تا 40% قیمت گل به بات ها بستگی داره و دقیقا متاسفانه بچه این بات ها در همون شکل همون اندازه اما با فلای هکینگ دارن وارد کلاسیک ارا میشن و کلن دارن این گیم به این زیبایی که انقدر لذت داره و من همین الان دارم روگ لیول اپ میکنم که مثلا ارزم موضوعتون باش بنام پی وی پی بزنم، یعنی این همه لذت داره دارن میرنن داخل این گیم هم. یعنی باز این گیم هم قرار خراب بشه و بلیزارد اصلا به تخمش نیستش. یارو میگه من نمیدونم روزی 400 تا فقط بات میگیرم ریپورت میکنم هیچ کدومشون بند نمیشه. ببینید بچه 400 تا بات بحث اینه که خیلی زیاده، تو فقط تو یه نفری تو فقط 400 تا بات داری ریپورت میکنی، چند تا ندیدی، چند تا مپای دیگه هستم میگیری چی میگم داداش. من اتفاقا حالا چرا شوخی کنم قبل اینکه ویدیوهای خارجی ببینم واقعا دارم راست میگم بهتون، من این استرم پلاگلند رو که داشتم هی هرپ میکردم، من داخل این مپ هرپ میکنم، خب نگاه کنید من داخل این مپ که داشتم هرپ میکردم یک دفعه هی میبینم آقا پیریست چقدر زیاده، میت چقدر زیاده، هی میرم به طرف استرات وولمو میام. بعد من مثلا دلرم بودم اینا رو مثلا نمیکشتم چون مثلا میدونستم که عرض موضوعتون اینا دارم میرم مثلا دانجن، وقت دانجنشون اینا تلف میشه گناه دارم بذارم مثلا برم، کارشون نداشتم. بعد یه روزی واقعا حالا یه بار گفتم که آقا بذار حالا بزنیم، اتفاقا یه دونه پیریس و یه دونه میج بود، همش میج و پیریس بودن، هی میرفتم به طرف استرافون. یکی با خودم فکر کردم گفتم میگم عجیبه گیر ندارن یه جوری قیافه هاشون عجیب غریب، مستقیم با میرن منتوشون 60% همشون همه میج و پیریس هایی که تو
آقا خلاصه من سعیتون رو در نهارم یه دبیه با اومدم یکی دونشون رو زدم دیدم اصلا هیچ کاری نمیکنه، بعد فهمیدم اصلا یارو به تو خوش بود، یکی دیگه رو زدم دیدم اونم به تو خوش نیست، اصلا تکونی نمیخوره، یکی دیگه رو زدم دیدم اونم به تو خوش نیست، گفتم و پس این میگفتن بات پرو بات فلان رو داخل چتای ورد، پس اینا رو میگفت. خلاصه بچه‌ها سرتون رو درد نیارم، گیممون داره به گام میره، تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که دست به دست هم دیگه این بات ها رو ریپورت کنیم. تمام چیزی که شما نیاز داری ببین چیز خیلی خاصی نیستش، طرف رو ببین گیلد داره گیلد نداره، این در مرحله اول. در مرحله دوم ببین یورو بات یا نه، خودش اصلا ببین شاید به جواب بده نگه من بگم من بات نیستم، دیگه تو گفت بات نیسته، گفتش بات نیستش تو دیگه ولش کن، ولی میبینی جواب نمیده، دو دقیقه شده سه دقیقه شده یه علامت سوال دیگه دوباره جواب نداد، بعد ریپورتش میکنی تموم شده رفت. درسته بلیزارد ریپورت هاش هم به تخمش نیست، اما بچه ها متاسفانه این تنها کاریه که از دست ما برمیاد. خب لطفاً بیاید این کار رو با هم دیگه انجام بدیم، شاید به جایی رسیده باشه. الان همین داخل کامیتی خارجی هم با هم دیگه صحبت کردم بچه ها و میگن که مثلا بیاین دست به دست هم دیگه بدیم ریپورت کنیم این چیزو. من گفتم او به شما هم من بگم که حداقل شما هم بدونید خبردار بشید، حالا ما که خودمون فارمر هستیم که خودمون هم دیگه رو بیشتر درک میکنیم. بچه از بچه های کامیتی خودمون هم میخوام یه درخواستی بکنم که یه ویدیوی داخل همچین صفحی درست کنن و به مردم بگن که آقا باید درس چطوری ریپورت کنی چطوری ریپورت نکنی، چطوری بفهمی یکی باته و بات بودن مثلا بات وجود داشتن داخل گیم میتونی چه واسه به گیم بزنه و اینا رو یکم به ملت توضیح بدن و ایشالله که حالا همه تلاشمون رو بکنیم بتونیم که وضعیت این بات رو از داخل لیچین و کلاسیک رو جمع کنیم بره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و فهمیده باشید که در اصل باید چیکار بکنید تا این بات ها بند بشن. البته ما تمام تلاشمون رو قرار بکنیم، فقط صرفا اون آخرش برمیگرده به خود بلیزارد دیگه، کاری از دست ما بیشتر از این بر نمیاد بچه. و لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بچه ها. تا ویدیو بعدی فعلا.